مثل اینکه GTA 6 قراره که خیلی واقع‌گرایانه باشه. سلام، من نیما هستم و خوش اومدید به این ویدیو خفن که قرار راجع به GTA 6 با هم دیگه صحبت کنیم. و خب خبرهایی که به بیرون درس کرده از بعد اون سال مالی تیک تو که مشخص شد و تاریخ انتشار بازی رو یه جورایی رسما اعلام کردن که بازی قرار نیست تأخیر داشته باشه و قراره که در پاییز سال 2025 ما بالاخره GTA 6 رو ببینیم، که خودش همینجوری آردی یک سال خورده‌ای به زمان ما الان مونده که ما بتونیم بازی رو متاسفانه بازی کنیم، ولی خب جای شکرش باقی که حداقل گفتن تو اون تاریخ میاد و تأخیر نداره. اما خبرهایی که اخیراً به بیرون درس کرده و یه ذره من رو نگران میکنه، چون من امیدوار بودم که واقعا توی GTA 6 ما به اون سمت نریم، چون به نظر من بچه ها بیس اصلی بازی GTA 6 اون فان بودنشه. یعنی ما یه دو تا IP بزرگ راکستار، Red Dead رو در مقابل GTA 6 قرار بدیم و خب اون ریالستیک بودنه، اون واقع گرایانه بودنه توی Red Dead 2 خیلی حال داد و خب اصلا بیس کور بازی فرق میکرد، اشلشون فرق میکنه، دنیاشون فرق میکنه، زمان وسترن کجا، زمان حال کجا، و اصلا DNA اون بازی هم دیگه فرق میکنه. و از اون ابتدا وقتی به سری GTA نگاه میکنیم و میبینیم که اصلا اون فان بودنه بوده که ما پلیرها رو تو این بازی نگه میداشه، چون نهایتا ما استوری بازی رو بازی میکردیم. غیر از GTA V که آنلاین بهش اضافه شد، قبل از اون که آنلاینی وجود نداشت، قبل از GTA 5 ما آنلاینی نداشتیم توی GTA، و خب باز هم ساعت‌ها و ساعت‌ها ما توی GTA زمان می‌گذروندیم ما اینکه بازی آنلاینی نداشت. با همه اینا هم برمیگرد به اون خفن بودن بازی، چون واقعا بازی فان بود. همین که شما میتونستی بری هر لحظه که میخوای یه دونه ماشین مثلا بدوزی، یه نفر رو پیاده کنی، سوار ماشینشی، بری تو شهر بچرخی. آزادی عملی که این بازی بهت میداد که میتونستی هر دفعه یک سناریو واسه خودت تو ذهن خودت بچینی و بری و همون سناریو رو بازی کنی و ازش لذت ببری، و این چیزی بود که دی ان ای جی تی ای رو به نظر من تشکیل میده. و خب خبرهایی که اومده مثل اینکه قراره که ما جی تی ای 6 به اون سمتی بره، البته تایید نشده این خبرها، ولی خب میگم قبلا هم لیک شده بود راجع به محدودیت سلاح، که خب محدودیت سلاح رو من اتفاقا گفتم که باهاش موافقم، اینکه مثلا ما 1000 تا سلاح تو خودش کاراکتر نشه باشه و خب یه کوله ای داشته باشه واقع گرایانه اینجوریش بکنه که مثلا پشت صندوق ماشین سلاحاتونو بذارید، این خوب بود. ولی اینکه مثلا الان گفتن که سیستم رانندگی بود این شامل یک ترافیک سنگین واقع گرایانه است، که اگر شما مثلا بد رانندگی کنید یا مثلا چراغ قرمزی رد کنید و اینها، پلیس میفته دنبالتون، جریمه میشید و اثرات منفی داره. اگه یادتون باشه مثلا مثل Red Dead 2 که وقتی ما با جان مارسون یا مثلا آرتور مورگان میرفتیم توی یک روستای یک منطقه‌ای و یه اون دهکده میزدیم مثلا یکی رو میکشتیم و خب اسممون بد در میرفت، سر اون جایزه میذاشتن، مردم اونجا وقتی ما میرفتیم اونجا به اون حمله میکردن، ناحیه برای اون قرمز میشد و تحت تعقیب قرار میگرفتیم. مثلا اینکه همچین سیستمی رو ما توی GTA 6 داریم که امیدوار بودم من خودم همچین چیزی داشته باشیم، ولی نه اینکه دیگه مثلا واسه رد کردن یه چراغ قرمز یعنی که ترافیک سنگین داشته باشیم. یعنی اون بیس فان بودن بازی به این میره، مگه اینکه بچه‌ها این گزینه ای باشه که ما بتونیم انتخابی توی بازی داشته باشیم، یعنی بشه فعال و غیر فعالش کرد. یعنی اگه اونجوری باشه خب آره، یه افزوده ایه، یه ارزش افزوده ای به بازی، که خب میشه مثلا بعضی موقع فاز اینو گرفت یه سناریو تشکیل داد. ما هم که اهل سناریو بازیم کلا تو جی تی ای و آر پی باز، مثلا بگیم که قانونا رو باید رعایت کنیم، فعالش میکنیم و یه فانی میکنیم دوره هم، ولی اینکه همیشه باشه و انتخابی توش وجود نداشته باشه به نظرم خوب نیست. اون فان بودن جی تی ای اپ میره و امیدوارم که واقعا سمتش نرن و اون سیستم رانندگی به همون سبک خودش باقی بمونه. قطعا قراره بهتر شه، قطعا. خب ما الان GTA 5 رو نگاه میکنیم، سال 2013 اومده، ما الان 2024یم، 11 سال میگذره، بازی قراره 2025 بیاد، 12 سال از انتشار آخرین GTA V قراره بگذره تا GTA 6 عرضه شه. قطعا ما شاهد تغییرات گسترده‌ای هستیم توی GTA 6 از لحاظ گرافیکی، بصری و مکانیک‌های بازی. ما این وسط
بهترین ساخته راکستار بین جی تی ای وی و جی تی ای 6 برمیگرده به رد دد 2 که دیدیم ریالستیک بودن تو اون بازی رو چطور بود. ما حتی سیستم شکار کردن اون بازی رو بهش نگاه میکنیم، اینی که وقتی میرفتیم یک گوزن شکار میکردیم واشن پوستشو میکند و خیلی واقع گرایانه بود، میتونستی هر روزم چیزی رو برداری. و اگر دقت کنید به ویدیو اخیری که توی شورت ویدیو گذاشتم و مقایسه بین جی تی 4 و جی تی 5 که ما خب سمت این دیده که با راکستار رفت که جی تی ای رو ببره یه ذره واقع گرایانش کنه، و خب ما تو جی تی 4 خیلی چیزایی داریم، مکانیک هایی داریم که خیلی طبیعی تر نسبت به جی تی ای بی. اصلا تو اون بازی ما میتونستیم از لبه ساختمونا بگیریم، یا حالت پارکور نیمه ای تو اون بازی ما داشتیم، میتونستیم مثلا عرو زمین یه آجوری چیزی ورداریم پرت کنیم سمت انمی بازی. و یادم حتی تو بخشی از بازی اینجوری بود که اگه مثلا میرفتیم و میتونستیم به یک گدایی کمک کنیم، پول دادیم بهش، براش پول دراپ میکردیم، پول رو برمیداشت و تو ذهنش ما میموندیم، و اگه مثلا همون لحظه مثلا با یه راننده ای اصلا بریم درگیرشیم و اون بیا سمت ما که خود ما رو بزنه، اون طرف که ما باش خوبی کردیم خوبی ما یادش میموند و میومد و درگیر میشد. و این چیزای جی تی ای 4 واقعا خیلی خفن بود. جی تی ای بی که میگم سمت واقع گرایانه بودن، یک بار راکستار رفته بود تو جی تی ای وی و اگر میخواست اون مسیر رو ادامه بده، من اینجا هرم برام سوالی که چرا توی جی تی ای وی خیلی از این مکانیک ها حذف شدن. یعنی از شما از تیر زدن توی لاستیک ماشین ها بگیر که تو جی تی ای وی خیلی طبیعی تره، قشنگ سب میکنه باد ماشین آروم آروم خالی میشه، اینجوری نیست که یه دونه مثل دو جی تی ای وی بزنیم درجه خالی شه. نه، جی تی ای وی یادم خیلی طبیعی تر بود این قضیه، خیلی چیزاش بهتر از جی تی ای وی بود، واقع گرایانه تر بود و انتخابی اومدن تو جی تی ای وی اینها رو حذف کردن و اون فام بودن و حفظش کردن، نذاشتن مثل جی تی ای وی بشه. و خب این برام سواله که اگر اون مسیر رو رفته تو جی تی ای 4 تست کرده و دوباره تو آی وی برگشته، آیا الان قراره تو جی تی ای 6 ما روند جی تی ای وی رو ادامه بدیم، یا اینکه اون سیستمی که تو جی تی ای وی تست شده توی رد دد 2 دیدیم ادامه پیدا کنه؟ که طبق لیک هایی که میشه میگن که ما سیستم ترافیک داریم، اگه چراغ قرمز رد کنید پلیس میفته دنبالتون، جریمه میشید، یه منطقه یه خلافی کنید یادشون میمونه، دهنتون میان قرار سرویس کنن. و خب عجیب غریب میتونه باشه این چیزها. و امیدوارم که در نهایت هر چقدر که سمت واقع گرایانه بودن میرن، اون فان بودن و بیس و کور اصلی جی تی ای حفظ شه که دی ان ای این بازی رو با نظر من تشکیل میده و فان بودن تو اینه. حتما هم شما نظرتون بچه راجع به این موضوع برام توی کامنت ها بنویسید و بگید که بهترین جی تی ای که شما بازی کردید چی بوده و چرا اون بازی براتون ارزشمند نسبت به نسخه دیگه جی تی ای، یعنی با خود جی تی ای ها مقایسه کنید نه با بازی دیگه. حتی توی کامنت ها بنویسید که کدوم نسخه رو شما بیشتر دوست دارید و چرا اون بازی رو بیشتر دوست دارید، دلیلتون هم بنویسید. و اینکه آیا دوست دارید که جی تی ای بعدی مثل رد دد 2 اون مسیر رو بره، خیلی واقع گرایانه باشه، ریالستیک باشه، یا اینکه نه مثل همون جی تی ای وی و جی تی ای های قبل خودش اون فان بودن رو توش حفظ کنه و شما جی تی ای رو اونجوری دوست دارید و اونجوری میپسندید. حتما توی کامنت ها رو بنویسید، نظراتتون رو میام و میخونم و یه تصمیم گیری کنیم، یه نتیجه گیری کنیم، ببینیم که چند درصد واقعا دوست دارن که بازی واقع گرایانه بشه و چند درصد دوست دارن که بازی اون چیزی که هست باقی بمونه. حتما نظراتتون رو کامنت کنید، لایک سابسکرایب چند بچه فراموش نشه. دوستتون دارم و تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.